درود بر شما. این یک پخش خودرو هست که غالبا اونو به اسم پخش اندروید هم میشناسیم. برای روشن کردن این دستگاه تو خونه ما باید نحوه اتصال سیم ها رو بدونیم. ما میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم. اگر این پخش روی خودروی شما نصبه یا قصد دارید که اونو نصب کنید، غالبا فروشنده یا خدمات صوتی این کار رو براتون انجام میده. در این صورت باید بر روشن کردن این دستگاه توی خونه یک منبع تغذیه حداقل 10 آمپری داشته باشیم، مثل این منابع تغذیه سویچینگ، چیزی شبیه این. اگر آمپلیفایر دارید بهتون نشون بدم. منظورم این دستگاه هست که در اینجا ورودی های RC داره. باید یک منبع تغذیه قوی تر داشته باشید. ما میدونیم باتری خودرو بالای 50 یا 60 آمپره، بس برای اینکه بتونه این پخش رو روشن کنه، آمپلیفایر رو روشن کنه و جریان لازم رو تامین کنه و به بلندگوها بده، منظورم این مدل از بلندگوها هست، باید منبع تغذیه‌مون قوی تر باشه. همراه این پخش یه سری کابل و سوکت هست، مثل اینا. ما میخواییم اینا رو بررسی کنیم، ببینیم چجوری باید این اتصالات رو به پخش خودرو متصل کنیم. این پخش خودرو در پشتش یه سری جای سوکت هست. این بخش آلومینیومه، به عنوان هیت سینگ یا خنک کننده است. این پخش ها خیلی داغ میشن. بعضیاشون فن دارن و بعضیاشون هم فن ندارن. ما میخواییم سوکت های این بخش رو بررسی کنیم. خب اول سیم ها رو بررسی کنیم. یه دسته سیم داره که سوکت های RC داره. این برای آمپلیفایر هست. یه سوکت دیگه هم داره که برای برق و اتصالات بلندگو استفاده میشه. این سوکت هم همونه که این طرفش مادگی داره. این سوکت هم هست برای هر خودروی متفاوت. در اینجا دوتا کابل USB داره، یه GPS داره و یه کابل دوربین برای دنده عقب. حالا میخواییم نحوه اتصالات رو بررسی کنیم. فقط یک نکته رو بگم، اگر از این کابل های RC استفاده میکنیم، اینا مستقیمن به آمپلیفایر وصل میشن. صدا در اینا ضعیفه، یعنی خروجی صدا از بخش آمپلیفایر این پخش نیست، از بخش پری آمپلیفایرش هست. پس خروجی اینا به آمپلیفایر وصل میشه، صدا تقویت میشه و بعد وارد بلندگوها میشه. ما از این دسته از سیم ها برای اتصال مستقیم به بلندگو استفاده نمی کنیم. من تک تک اینا رو براتون خواهم گفت. ولی اگر از این سیم ها استفاده کنیم، اینا مستقیما به بلندگو وصل میشن، یعنی از خروجی آمپلیفایر این پخش داره استفاده میشه. ما هیچ وقت این سیم ها رو به RC متصل نمی کنیم، چون ولتاژ زیادی رو داره وارد بلندگوها میکنه و همین ولتاژ اگر وارد RC آمپلیفایر بشه به آمپلیفایر آسیب میزنه. خب این پشت پخش اندروید هست. من این سوکت ها رو به ترتیب براتون میگم. اولین سوکتی که هست برای دوربین دنده عقبه. در اینجا دو تا سیم آبی رنگ وجود داره. ما اگه بخوایم دوربین دنده عقب رو متصل کنیم باید به این سوکت بزنیم. جاش هم در اینجاست. اینجا یک زائده داره. پس به جهتش دقت کنید. به این حالت. در اینجا وصل میشه. این دوتا سیم برای آنتن بلوتوث هستن. پس اگر شما دوربین دنده عقب ندارید حتما این سوکت رو جا بزنید. شاید بلوتوث در فاصله 3 یا 4 متری نگیره. بس حتما این سوکت رو جا بزنید حتی اگه دوربین دنده عقب ندارید. برق این سوکت از اینجا تامین میشه که در ادامه بهتون میگم. دو تا سوکت برای USB هستش که میتونید فلش متصل کنید. نوع سوکتاش متفاوت. یکی پهن‌تره، یکی نازک‌تره. در اینجا جایگذاری میشه. یکی اینجاست، سوکت بعدی اینجا. این سیما رو زیاد بلند در نظر نگیرید. 4 رشته سیم داره، قرمز و مشکی برای ولتاژ،
سیم سبز و سفید برای دیتا هستن. تو این سوکت دو طرف ولتاژن، دو تا وسطی دیتا هستن. پس این دوتا هم شد برای USB. این برای GPS هست. اینجا وصل میشه. به این حالت. کاملا پیچش رو سفت کنید. به صورت جداگانه هم برای فروش وجود داره. حالا برسیم به دست سیم RC. در اینجا یک سیم وجود داره نوشته ویدیو آوت. رنگ سوکت هم زرد. این خروجی تصویر. مثلا شما مانیتور پشت صندلی دارید. تصویر رو از پخش اندروید براتون روی اون مانیتور ارسال میکنه. یعنی هم تصویر روی پخش است، هم روی مانیتور. مانیتورهای پشت صندلی. یه سیم دیگه هم هست زرد رنگ سوکتش. نوشته CVBS IN. این ورودی دوربینه. مثلا شما یک دوربین دارید که باش یک ویدیو گرفتید. میتونید اینو به این سوکت وصل کنید تا ویدیو روی صفحه این اندروید پخش بشه. در واقع این پخش اندروید شما مثل یک مانیتور داره عمل میکنه. پس این دوتا زرد ها برای دوربینه. در اینجا این سوکت برای ولتاژ فن هستش. فنی که روی خود پخش است. بعضی از این پخش ها این فن رو نداره. پس این سوکت اینجا وصل میشه. یه سوکت سبز هست نوشته لاین اوت ساب ووفر. این خروجی برای ساب هست. همون بلندگوهای بزرگی که صدای بم رو تولید میکنن. همون صدای بیس یا صدای باس. حالا دوتا هم برای آیو ایکس داریم. نوشته IUX L IN IUX R IN left و right، چپ و راست. مثلا شما یک پخش کننده دارید مثل موبایل، بلوتوث وصل نکردید، حالا به هر دلیلی، میتونید خروجی رو به این سوکت ها بزنید و از آمپلیفایر این پخش استفاده کنید. صدا رو تقویت کنید. صدا روی بلندگو و ساب پخش میشه. حالا چه سوکتی به اینا میخوره؟ از این استفاده کنید. این به موبایل متصل میشه، این وصل میشه به همین دوتا سوکت IOX. در اینجا نوشته FL OUT FR OUT. اینا خروجی صدا برای آمپلیفایر هستن. همونطور که میبینید RCه، یعنی نباید مستقیم به بلندگو متصل بشه. ما میدونیم که روی آمپلیفایرها 4 تا ورودی هست. منظورم اینا هستن. این دوتای وسط خروجی هن. این 4 تا ورودی هن. ما میگیم آمپلیفایر ها 4 کاناله هستن. ما در اینجا فقط دوتا داریم. بس باید یک تبدیل بزنید تا تبدیل به 4 تا بشه و به آمپلیفایرتون متصل بشه. این دوتا سیم خروجی پری آمپلیفایر این دستگاه هستن. یعنی خروجی صدای تقویت شده این دستگاه نیست. اینا خروجی های ضعیفی هستن که باید به آمپلیفایر متصل بشن. خب در اینجا سیم دیگه ای نیست. یه سیم دیگه در اینجا هست نوشته امپ. همون ریموت هست. خب پس دیگه رو این دست سیم چیزی نیست. جای قرارگیریش در اینجاست. اینجا بست میشه. حالا بریم رو سوکت اصلی. این سوکت اصلیه که یک فیوز هم در اینجاست. اگر دستگاه روشن نشد اول این فیوز رو چک کنید. اینم براتون بگم اینجا یه سیم آنتن هست. سعی میکنم رو خود رو همینو به شما نشون بدم. خب این سوکت اصلیه. اینجا متصل میشه. به این زائده دقت کنید. اینجا. به این حالت. این سیم انواع مختلفی دارن. با توجه به نوع خود روی شما هست. این ور بخش مادگی نداره. همین دست سیم دقت کنید بخش مادگی داره. اینا دو قسمتی هست. مثلا برای خودروی مثل L90. اینا ستایی هستن. مثل 206, 405. که الان تمام این سیم ها رو براتون شرح میدم. سیم ها یکسان هست.
اینجا سیم هایی رو میبینید که رنگ های یکسان دارن. 4 تا هستن. سفید، خاکستری، بنفش و سبز. اینا به بلندگو متصل میشن. بلندگوهای جلو که روی درن و بلندگوهای عقب که روی تاخچه خود رو هستن. حالا اصطلاح تاخچه چیزیه که نصاب ها به کار میبرن. بس این 4 تا مستقیما به بلندگو وصل میشن. شما نباید اینو به RC یا آمپلیفایر متصل کنید. ولتاژ زیادی در این سیم ها هست. این ولتاژ AC DC نیست. اگر DC باشه بلندگوی شما رو خواهد سوزاند. بس این سیم ها شدن برای بلندگوها. حالا بیایم اینجا. یه سیم زرد داریم که مستقیما به باتری خود رو متصل میشه. این سیم مشکی به منفی هست بدنه خود رو یا منفی باتری. یه سیم قرمز رنگ هم داریم. این سیم قرمز از پشت سویچ میاد. سویچ باز بشه پخش اندروید روشن میشه. در اینجا نوشته K2، یکی هم نوشته K1 یا K1. اینا برای کنترل هستن. کنترلی که روی فرمان وجود داره. یکی از این سیم ها استفاده میشه به همراه سیم مشکی، یعنی ولتاژ منفی از اینجا میاد و این دوتا یکیشون وصل میشه به کنترلی که روی فرمان هست. مثلا روی خودروی L90 این دوتا کاربرد ندارن چون روی فرمان هیچ کنترلی نیست. یه سیمی هست روش نوشته بک. این برای دوربینه. ولتاژ دوربین دنده عقب بگیریم ولتاژ وارد این میشه. سیم ولتاژ دنده عقب خودرو به این وصل میشه که یک چراغی هست که پشت خودرو روشن میشه. این سیم آبی رنگ آنتن هست. مربوط به آنتن های برقی قدیمی، مثل سمند های قدیمی. البته الان برای آمپلیفایر هم استفاده میشه. یه سیم دیگه نوشته ILL. همون لایت هست، اینپوت لایت. این سیم چراغ کوچیکه. وقتی هوا تاریک میشه، ما چراغ کوچیک خودرو رو روشن میکنیم. ولتاژ از این سیم به پخش میرسه، به پخش اندروید. چراغ هایی که دور این پخش هست روشن میشه تا ما بتونیم عملگرها رو ببینیم، مثل دکمه روشن کردن، خاموش کردن، کم و زیاد کردن. بس با این سیم هستش. من در مورد این K1 و K2 یه توضیح دیگه هم بدم. هیچ وقت ما نباید این دوتا رو هر دوتا رو وصل کنیم. همیشه یکی از اینا کار میکنه و همیشه هم یک سیم منفی که این مشکی رنگ هست باید همراهش باشه. چون این دسته سیم آزاد هست، بس ما باید تشخیص بدیم که با کدوم یکی از این کی ها رو اندازی میشه. ولی اونایی که سوکت مادگی دارن مثل این، یکی از سیم ها آزاده. نگاه کنید K2 اصلا وصل نیستش. یا این یکی که مثلا برای خود رو L90 K1 و K2ش کاملا آزاده. چون اصلا ما کنترل فرمان نداریم، یعنی رو فرمان خود رو چیزی برای کنترل پخش وجود نداره. بس این دوتا سیم آزاده. خب حالا یه جنبندی داشته باشیم. بس در خودروهایی که کنترل فرمان دارن این سوکت مادگی ستاییه، مثل این. این قسمت بالا برای برق، این سیم صورتی رنگ همون نور کوچک یا نور چراغ کوچکه. قسمت وسط برای باندها و این قسمت پایین که دوتا سیم داره برای کنترل فرمان هست. تو خودروهایی مثل برلیانس کنترل فرمان اینجا قرار گرفته که البته روی این سوکت نیست، بس کنار ورودی برق هستش. خب حالا میخوام دستگاه رو روشن کنم. به کمک منبع تغذیه میخوام 12 ولت رو وارد دستگاه کنم. این فقط برای تست است. ما اگه آمپلیفایر داشته باشیم و از باندهای بزرگ هم استفاده کنیم باید جریان منبع تغذیه زیاد باشه. جریان منبع تغذیه که رو میز منه 3 آمپره. بس فقط میخوایم دستگاه رو روشن کنیم. خب اتصالات رو برقرار کردم. بهتون بگم چیکار کردم. سیم زرد و قرمز رو به هم متصل کردم و به کمک این سیم قرمز رنگ میخوام به 12 ولت ولتاژ مثبت متصلش کنم. این سیم مشکی رنگ همون منفی، بس زرد و قرمز شد مثبت به هم متصل شدن و این سیم مشکی منفی. اینو میخوام به منبع تغذیه که 12 ولت 3 آمپر متصل کنم. دستگاه وقتی روشن بشه حدود 1 آمپر جریان میکشه.
پس اگه باند بزرگ دارید، ساب دارید و آمپلیفایر دارید، منبع تغذیه نمیتونین رو اندازی کنه. بقیه سیم ها برای اینکه اتصال نداشته باشن بهشون چسب زدم. قبلا براتون شرح دادم که کاربرد اینا چیه. اگه باند های دیگه ای دارید به این سیم ها متصل کنید. این دوتا سیم سفید رنگ خروجی یک باند هست، یک بلنگوه که به این بلنگو متصلش کردم. یک USB فلش رو از طریق این کابل به این کانکتور متصل کردم. حالا میخوام دستگاه رو به منبع تغذیه متصل کنیم و دستگاه رو روشن کنیم. خب حالا میخوام منبع تغذیه رو متصل کنم روی 11.8 ولت. سیم منفی رو متصل کردم و اینم سیم مثبت. خب صبر میکنیم دستگاه روشن بشه. تقریبا 1 آمپر مصرف میکنه. خب پخش روشن شد. میریم رو بخش ویدیو. Hi. Why do I use parallel and reverse diodes in circuits? Often in frequency circuits, two diodes are connected in parallel and reverse. The use of this diode is many. For example, if we want the voltage range not to exceed a certain limit, I use this muscle. Well, let's see on the oscilloscope. I want to put these two diodes, which are connected in parallel and reverse, in the signal path. خب همونطور که دیدید بس تونستیم دستگاه رو روشن کنیم. صدا رو هم داریم. میتونیم به کمک این دکمه ها کم و زیاد کنیم. قابلیت های یک گوشی اندروید رو داره. چیزی حدود 1 آمپر هم داره مصرف میکنه. حالا بریم رو خودرو اتصالات رو ببینیم. خب حالا رو خودرو بررسی کنیم. این برای GPS، یه سیم GPS. این برای آنتنه. آنتن در اینجاست. خودرو L90. این دوتا برای USB ها، این سیم برای دوربین دنده عقب، فیشش اینجاست، در اینجا سیم بک برای ولتاژه و اینم سوکت هستش. طبق هم رنگ بندی هایی که گفتم. اما حالت رو اینجا هم داریم. اینا سوکته. سوکت های مختلف برای خودروهای مختلف باید بگیرید. این دوتا USB ها فرقی با هم ندارن، فقط نوع سوکتشون متفاوته. خب اگر این ویدیو تونست حتی یک نکته کوچیک هم به شما یاد بده، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال من بشید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.